سرخط خبرها و مهمترین ها. دو ولسوالی در شمال کشور از طالبان پس گرفته شدند. اشرف غنی: نیروهای آمریکایی را من از افغانستان بیرون کردم. و همچنان در پایان، ارتش پاکستان: تصرف 85% خاک افغانستان توسط طالبان اغراق آمیز است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. نیروهای دولتی ولسوالی علی آباد کندز و ولسوالی افتل پایین را دوباره به تصرفشان در آوردن. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، وزارت دفاع ملی پس از چاشت روز شنبه اعلام کرد که نیروهای دولتی ولسوالی علی آباد در ولایت کندز و ولسوالی افتل پایین در ولایت بدخشان را دوباره به تصرفشان در آوردن. این دو ولسوالی اخیراً به دست طالبان افتاده بودند. محمد ایکل ولسوالی علی آباد کندز گفت: ما با مورال قوی حالا هم آماده هستیم نقاط دیگر که باقی مانده است را هم در کنترل خود بگیریم. همزمان با این، منابع محلی میگویند که ولسوالی های سرخ پارسا و شیخ علی در ولایت پروان، شورابک در ولایت کندهار و لیشنگ در ولایت لغمان در کمتر از 24 ساعت گذشته به دست طالبان افتادند. اما نیروهای دولتی اطمینان می‌دهند که جلو رسیدن طالبان را می‌گیرند. محمد اشرف غنی: نیروهای آمریکایی را من از افغانستان بیرون کردم. رئیس جمهور باور دارد آنچه که او برای سال انجام داده است در درازای تاریخ افغانستان کسی نکرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولو نیوز، در آستانه تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، رئیس جمهور غنی میگوید که بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان پیشنهاد او بود. آقای غنی که دیروز در ولایت خوست رفته بود و در میان مردم این ولایت سخنرانی میکرد، از طالبان خواست که به میز مذاکره حاضر شوند. او در این باره افزود: آیا آمریکایی ها را به عزت از افغانستان بیرون کردم یا نه؟ کدام روزی بود که من گفته باشم آمریکایی ها باشند؟ 7 سال پیش نگفته بودم که آمریکایی ها بیرون میشوند. 2 سال پیش برای جمهور ترامپ ننوشتم که نیروهایت را از افغانستان بیرون کن. رئیس جمهور در سخنرانیش همچنین گفت که اگر طالبان برای افغانستان می جنگند، باید تعهد کنند که خط دیورن را نمی پذیرند و به نوکری پایان می دهند. بیایید بپرسید از طالبان، اول این که برای چه کسی می جنگند، برای افغانستان یا برای این که افغانستان زیر دست دیگران بیاید. با من اعتماد کنید که افغانستان از 4 را به 1 را بدل نمی شود. و با من وعده کنید که آب افغانستان را به بیگانگان نمی فروشید. طالبان تا کنون به این سخنان رئیس جمهور واکنش نشان ندادند. رئیس جمهور به این باور است که آنچه که او برای سال انجام داده است در درازای تاریخ افغانستان کسی نکرده است. او هشدار می دهد که هر کسی که نظام را از درون تخریب می کند دیگر قابل تحمل نیست. محب نوری رئیس جنبش همگرایی کشورهای قلب آسیا بیان داشت: نیروهای ایالات متحده آمریکا و در کل نیروهای ناتو بر اساس توافقنامه دوحه از افغانستان بیرون شدند، توافقنامه‌ای که طالبان ادعا دارند با آنها امضا شده در واقع. رئیس جمهور در سفرش به خوست میدان هوایی بین المللی ولایت را نیز افتتاح کرد. این میدان هوایی با هزینه 900 میلیون افغانی ساخته شده است. به نقل از فیسبوک رسمی خام پرس، ارتش پاکستان: تصرف 85% خاک افغانستان توسط طالبان اغراق آمیز است. با بر افتخار، سخنگوی نظامیان پاکستان ادعای طالبان را مبنی به تصرف 85% از خاک افغانستان را اغراق آمیز خواند و گفته است که این گروه 45-50% خاک افغانستان را تحت کنترل دارد. پیشتر از این طالبان در یک کنفرانس خبری در مسکو گفته بود که آنان 85% خاک افغانستان را تصرف کردند. خلیلزاد: تعهد آمریکا به افغانستان پایان نیافته است. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان: تلاش‌هایش برای یک توافق صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ادامه می‌دهد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه‌ها، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که به دوحه و منطقه برگشته است تا تلاش‌هایش را برای یک توافق صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ادامه دهد. پیشتر وزارت خارجه آمریکا نیز در اعلامیه‌ای گفت که خلیلزاد دور تازه از سفرهایش را به کشورهای منطقه به ویژه قطر، پاکستان و ازبکستان آغاز کرده است.
آقای خلیلزاد در رشته تویتر با اشاره به سخنان اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است، اما تعهداتش نه. او همچنین تاکید کرده است که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید از راه حل مذاکره شود. ما شدیداً با تمام جناح‌های افغانی و شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی کار خواهیم کرد تا به همکاری‌های کمک کنیم که یک راه حل برای ختم جنگ پیدا کنند. این در حال است که مذاکرات دوحه که از ماه‌ها بدین سو متوقف بود، اخیراً از سر گرفته شدند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید که در روزهای اخیر 5 نشست میان تیم‌های تماس دو طرف برگزار شده است. ترکمنستان تجهیزات جنگی را در مرز با افغانستان استقرار می کند. منابع در ترکمنستان ادعا کردند که مقامات این کشور تجهیزات سنگین نظامی، تانک، توپ و موترهای زیرهی را به شهر سرحد آباد در مرز با افغانستان استقرار می کند. با گزارش اسپوتنیک ترکمنستان نیوز گزارش داده است که این امر هنگام اتخاذ شده است که عکس طالبان در مرز با ایران از سوی صفحات اجتماعی به نشر رسیده است. این روزنامه ادعا دارد که طی 24 ساعت گذشته صدای تیراندازی و انفجار در این منطقه یعنی مرز افغانستان شنیده شده است. منبع افزوده است که شاهدان عینی که موتورسیکلت‌های نظامی و 8 کامیون را با سربازان کاملا مجهز در حال حرکت به سمت مرز مشاهده کردند. این نشریه با اشاره به منابع می‌نویسد که افسران ترکمن در حال تخلیه خانواده‌های دور از مرز با افغانستان هستند. چند روز پیش ترکمنستان پوسته های مرزی خود را به دلیل اینکه مناطق به کنترل طالبان آمد بسته کردند. این امر منجر به پایان صادرات محصولات از ترکمنستان و ایجاد مشکلات اقتصادی برای جمعیت محلی ترکمنستان شد. چند روز پیش فیلم های در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نیروهای طالبان را در حال احوالپرسی با مرزبانان ایرانی در نزدیکی این گمرک نشان می دهد. خبرهای جهان. بشار الاسد حقوق ارتش سوریه را 50% افزایش داد. رئیس جمهور سوریه امروز دو فرمان اجرایی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان نظامی و غیر نظامی و متقاعدین این کشور صادر کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری سوریه سانا در گزارش اعلام کرد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه صبح امروز یکشنبه 11 جولای طی دو فرمان جداگانه خواستار افزایش حقوق و مستمری کارکنان امز غیر نظامیان و نظامیان و متقاعدین شده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.